فکری ایران. امروز پنجشنبه شمع اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر است با 26 ماه آوریل سال 2024 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان، برنامه بررسی رویدادها را از تلویزیون رنگین کمان آغاز می‌کنیم. قبل از هر چیز من دو سه تا جمله از خمینی و همین خامنه‌ای و دادستان اون روز جمهوری اسلامی بخونم برای بینندگان، که خمینی میگفت تعرض به زنان بی‌حجاب، تعرض به زنان بی‌حجاب برای مسلمانان حرام است. میخوام مقایسه کنیم با گفتار اون روز و بساط امروز، بساطی که راه انداختن. دادستانش هم گفت هر کس مزاحم بانوان شود به شدت مجازات خواهد شد. خود خامنه‌ای هم خشونت و تندروی هایی که گاه گاه مشاهده شده توسط افراد بدخواه را تحمل نخواهد کرد. این گفته های خمینیه در اون زمان که قدرت نداشتن و هنوز نیروی مردم میتونست تأثیر گذار باشه در اتخاذ سیاست های ضد بشری جمهوری اسلامی گفته شده و در روزنامه اطلاعات اون روز چاپ شده و من از اون روزنامه اینا رو در بود. بنابراین بینندگان و شنوندگان ما میتونن برای اینکه جزئیات بیشتر این صحبت ها رو بخونن به اون شماره که اطلاعات من الان از اون نفردم مراجعه بکنیم. ولی برمیگردیم به این که پرحال یه آدم معلول، یه آدم ترسو، یه آدم بزدل، یه آدم بیوجدان، یه آدم بیغیرت امروز در رأس یک استبداد مذهبی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این آدم مفلوک منهای این که خواهر و شوهر خواهرش دوران جوانی و نوجوانی گفت میدونند و بیان کردن، حتی حقوق بگیرانش هم، جیره خوارانش هم گذشته اونو میدونند. ولی همین آدم به دلیل اینکه ثروت مملکت در اختیارشه با این امکانات مالی میتونه یه دادکش استخدام بکنه در ازای پولی که بهشون میده و از اونجا که میدونه به هر حال سیاست کشور روسیه و چین، کشورهای روسیه و چین ازش حمایت میکنن به دلیل ثروت‌های ملی که میبخشد طی قراردادهای ضد ملی به این دو کشور، افسون بر اون میدونه که غربم تصمیم به تغییر این آدم مفروض و بیقتون ضد ایرانی زراشمه. البته ضد ایرانی بیشتر بهش میشه تا ضد بشر، برای اینکه میبینیم که سرمایه های ملی مملکت رو میبره به گروه های نیابتی خودش در عراق، سوریه، لبنان، شیخ نصرالله، نام شیخ بشرالله و همینطور به حماس و یمن، زدی های یمن میبره میبشه. چه بسا فکر میکنه که چون در ایران مردم گذشته ننگین اونو میدونن احتمالا گروه های نیابتی نمیدونن، شاید به این دلیل. به هر حال میدونه آمریکا و غرب تصمیم به برکناری اون ندارن. اینو من تأکید میکنم که هموطنان آزادی خواه، هموطنان عاشق ایران بدانند و آگاه بشن و روی غرب حساب نکنند.
دیدیم که نتانیاهو حمله کرد در سوریه کنسولگری جمهوری اسلامی، منظور داشت مثل شطرنج بازی که بازی میکنه و آشمت میزنه، اونجا رو بمباران کرد و عده ای از این پاسداران، صد پاسداران نمیدونم چیش پاسدار، کشته شدن و احتمالا یک کسی به نام زاهدی جایگزین حاج قاسم شده، اون کشته شد. نتانیاهو حالا این عمل کرد، گفت از دو حال خارجی است، یا جمهوری اسلامی واکنش نشده یا واکنش نشون نمیده. جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای، اگر واکنش نشون بده من بزرگترین برگ برنده رو دارم، من این که در دنیا بدنام شدم، من این که یهودیای دنیا منو لعنت میکنن، من این که در کشور خودم مردم تظاهرات بر ضد من میذارن و خواهان انتخابات زودرس و برکناری من هستن، اگر خامنه‌ای حمله کنه من همه اینا رو پاک میکنم و میگم ببینید اینها میخوان اسرائیل رو، اصلا کشور اسرائیل رو هم بین ببرن، 45 سال هم از این شعار رو میدن. بنابراین من اگر این جنایات رو میکنم که افکار عمومی جهان محکوم میکنه، برای حفظ اسرائیل و بر دفاع مشروع ماست. اگر حمله میکرد، اگر حمله نمیکرد آبروش نه تنها در ایران بین طرفدارا شاه و بیراش، در عراق و تمام این جاهایی که گروه های نیابتی داره از بین میرفت. به هر حال خامنه‌ای تصمیم گرفت ظاهرا از حیثیت نداشته خودش دفاع بکنه، از آبروی نداشته خودش دفاع بکنه، ولی از روزی که نتانیاهو کنسولگری جمهوری اسلامی رو در سوریه کوبید تا روزی که خامنه‌ای واکنش نشون داد حدودا دو هفته. چرا؟ چرا همون روز واکنش نشون داد؟ چرا قبلا به آمریکا اطلاع داد؟ چرا قبلا بارها تو بوق بلندگوها دمیدن که ما حمله میکنیم؟ مگر نتانیاهو وقتی حمله کرد به کنسولگری جمهوری اسلامی خبر کرد به دنیا؟ مگر به خامنه‌ای خبر داد که اون زاهدی رو به کش بیرون اونجا کشته نشه؟ پس این دو هفته، این مدت دو هفته نشان دهنده اینه که مذاکراتی انجام شد که ما حمله میکنیم برای حفظ آبرو، ولی کاری نمیکنیم که اسرائیل ناگزیر بشه واکنشش رو بده و پای آمریکا به وسط کشیده بشه. خبر داد تعدادی پهباد فرستاد که اغلب تو دفاع آهنین اسرائیل که آمریکاییان کمک کردن خونسا شد و موشک های فرستاد که احتمالا در اگر تصادفا به جایی هم خورد عملا فاقد بمب های لازم، موشک هایی که میتونست 40 کیلوگرم بمب همراه ببره و منطقه ای رو نابود کنه. خب حالا ببینیم چه کسانی از اون چه اتفاق افتاد راضی هن از این نمایش عدیده من. حالا سه بعضی از دوستان وقتی میگم نمایش میگن آقا همه چی رو نباید گفت نمایش. اون موقع که من میگفتم هنوز خمینی به ایران نیومده، هنوز محمد رضا شاه از ایران نرفته، من میگفتم غرب چون در دوران بردن رضا شاه متوجه شد که خلای قدرت و حزب توده پر کرد، نمیخواد با بردن محمد رضا شاه که میگه مردم نسل 57 نمیدونم توی خانومش میگه باید اعدام باید کرد، یعنی یک نسل چه میدونم اگر جمعیت اون روز ایران رو 40 میلیون بگیر کمتر بود و یک نسل رو 20 سال بگیریم یعنی باید 8 میلیون ایرانی کشته بشه که قدر اون چه محمد رضا شاه عجیب خودش داده ندونستم. اولا اون چه داده شده متعلق به ملت بوده و هر زمامداری باید این حق رو به ملت میداد، چه مستبد چه منتخب مردم. به هر روی
آمریکا راضیه، بایدن، نگم آمریکا، بایدن از اون، ببخشید من فراموش کردم که بگم، اون زمان من میگفتم چون در دوران رضاشاه بردن رضاشاه رو، خلای قدرت رو در بردن رضاشاه حزب توده پر کرد، در زمان بردن محمد رضاشاه نمیخوان خلای سیاه قدرت و احساب چپ و به ویژه ملی ها عاشقان ایران پر کنه. از این نظر دیدیم که خمینی و جمهوری اسلامی و بساط مذهبی رو در ایران حاکم کردن. این چیزها رو قبل از اینکه محمد رضا شاه از ایران بره و خمینی به ایران بیاد من برآوردم این بود. ولی بسیاری از دوستان من، دوستان نزدیک من در جبهه ملی، در حزب ملت ایران، دوستان صمیمی من پشت سر هم میگفتن که هوشنگ ضد انقلاب شد، یعنی اولین ضد انقلاب ظاهرا من. ولی دیدیم که تمام این چیزها با ملش شدن اسناد در اسناد آمریکا و انگلیس دقیقا معلوم شد که چه برنامه‌ای پشت پرده بود برای اینکه ایران به مردم سالاری نرسه، مردم ایران به آزادی‌های فردی و اجتماعی نرسن و حاکمیت ملی در ایران برقرار نشه. چون تحقق آزادی در ایران و استقرار مردم سالاری میتونه بقیه کشورهای خاورمیانه به خصوص کشورهای عربی جنوب خلیج فارس رو مردم رو تحریف کنه و درخواست کنه، به ترکیه هم میتونه، به بقیه کشورهای اطراف، و اینو غرب نمیخواست. ما بازی با مذهب و آوردن خمینی در ایران هم منافع اقتصادی خودشون رو تامین کردن، هم یک مشت آدم ضد بشر و به ویژه ضد ایرانی رو به قدرت رسوندن که اینها هم ضد ایرانی هن، هم عاشق پول. ضمن اینکه مرگ بر آمریکا میگن، پول های ملت و سرمایه های ملی رو میبرن در بانک های آمریکا میذارن، خانواده هاشون هم میرن اونجا. یکی از کسایی که تو مجلس پرچم آمریکا رو آتش زدن، نمایندگان مجلس خامنه ای، معلوم شد تمام فرزندانش هم دیکتاتور. اینه دیکتاتور، خوشش میاد تعریف کنه ازش، فرق میکنه جانی باشه نباشه، ضد ملی باشه یا نباشه، دوز باشه یا نباشه، آدم فقط تعریف بکنه. ما مشاهده کردیم بسیاری از کسانی که در زمان گذشته مصدر کار بودن، وقتی رفتن و اعلام کردن که ما استبداد جمهوری اسلامی رو قبول داریم، خمینی رو قبول داریم یا خامنه‌ای رو قبول داریم، برگشتن به ایران. اما کسانی که شونه به شونه اینا عامل به قدرت رسوندن خمینی باشد شدن، مثل خودزاده، مثل سامی، مثل بازرگان، مثل فروهر، روزی که مثل بنی‌سعد، روزی که در مقابل این استبداد قرار گرفتن اول رفتن یا کشته شدن یا فراری شدن یا خونه نشین شدن. پس دیکتاتور به گذشته کسی کار نداره، اون چه براش مهمه امروز، در گذشته دشمن بوده ولی امروز میپذیره کافیه. در گذشته با اینها بوده، گفت خامنه‌ای که فروهر همکار بود با ما، ولی وقتی که سینه سپر کرد در مقابل چه اتفاق افتاد، باید نه تنها خودش، همسرش هم جان ببازه. خب بنابراین آقای بایدن راضی بود. بایدن در چند ماه مونده به پایان و آغاز انتخابات حاضر نبود که جنگ در منطقه خاورمیانه گسترش پیدا کنه، پای روسیه و چین به وسط بیاد، احتمالاً قطر و عربستان مراکز نفتیشون بمباران بشه. راضی بود. نتانیاهو هم راضی بود، گفت من بدنام شدم، آبروم رفته، دنیا به من توهین میکنه، ولی میبینیم که حق با من بوده، اونا اشتباه کردن، من مملکتم در خطر، دفاع مشروع. خامنه ای هم راضیه، ظاهرا نشون داده که جواب چیزو دادم، جواب اسرائیل رو نمیدونم، نتانیاهو رو دادم. تا
تموم شد. پس فعلا اون چه به نظر میرسه قرار نیست که ادامه پیدا بکنه. و غرب ضمنی که نتانیاهو راضیه، بایدن راضیه، غرب معتقده که فعلا این استبداد ضد بشر و ضد ایرانی و دوز و جنایتکار باید باقی بمونه. چرا؟ برای اینکه جانشینی که بتونه بعدن مملکت رو به شکل منطقی به صورت مردم سالاری و برگزاری انتخابات اداره کنه فعلا پیدا نیست. یه چیز یه مورد دیگه هم هست که روی خامنه‌ای حساب میکنه. در آمریکا و اروپا میگن خامنه‌ای به هر حال این تندروهای پاسداران رو کنترل میکنه، خونسا میکنه، اجازه نمیده ناگهان اینا واکنش نشون بدن. یعنی یک سوپا به اطمینان غرب برای اینکه جنگ گسترش پیدا نکنه خامنه‌ای. به این دلایل خامنه‌ای رو حفظش کردن تا این ملت ما به این نتیجه برسه، مردم ما به این نتیجه برسن که مخالفت با جمهوری اسلامی لازمه ولی کافی نیست. باید یک نیروی جانشین که جامعه بپذیره در طول زمان اینها رو امتحان بکنه، آزمایش بکنه و بپذیره و بتونه بعد از سلگونی استبداد مذهبی جامعه رو اداره بکنه و جلوی اختلافات داخلی رو بگیره و احتمالاً برخوردهای خارجی رو بگیره و به حالتی در نیاد ایران که مردم مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل جاهای دیگه بیان و 10 میلیون ایرانی حداقل سرازیر بشن به سمت اروپا. بنابراین من استعدادم از جوونا اینه که دنبال این باشید که یک نیروی شایسته و لازم و مورد قبول جامعه رو به وجود بیارید. البته در داخل بسیار مشکله، برای که خامنه‌ای و عواملش دنبال این میگردن که افرادی که به خیابان ها میان آیا به صورت شبکه‌ای هستن یا فردی. فردی ها رو اغلب میگذشت میکنه، صرف نظر میکنه، ولی اونهایی که احتمالا یک شبکه دارن و یک پیوند همکاری با هم دارن نسبت به اینا حساسیت نشون میده. و خب خامنه‌ای هم راه حل پیدا کرده، من اینو یک بار گفتم که میگه اون چه اتفاق افتاد در سوریه کار دشمنان ما بود و کسانی که حجاب اسلامی رو رعایت نمی کنن اینها ارتباط دارن با دشمنان ما. بنابراین ما به جای که با دشمن در بیفتیم با عواملشون در داخل برمیم. یعنی مردم و سرگرم یک بازی حجاب و بی‌حجاب کرده که حتی یکی از آیت الله ها یا حجت الاسلام ها گفت آقا شما بی‌حجابی رو بد میدونید، اما یه پاسدار نرخر که میاد مچ دسته یک شیرزن رو میگیره و بغل میکنه میذاره تو ماشون که ببره بازداشتگاه اینو بد نمیدونید. دو تا از همین حجت الاسلام ها و المسلمین هم در صحبت هایی که کردن یکیشون گفته ما یعنی جمهوری اسلامی به آخر رسیده، کار ما تمام، واضح هم هست. مردمی که 92.3% در انتخابات شرکت نکردن و اون 7% هم که رفتن بیش از نیمشون رأی باطله دادن، این نظام به آخر رسیده. این واقعیت رو گفته. یکی دیگه از این آیت الله یا حجت الاسلام در صحبتاش گفته آقا ما در نمازهای جمعه به پایان رسیدیم، کسی نمیاد. برای این سید گریان صدیقی گویا نامشه که اول به دلیل دزدی گذاشتنش کنار از نماز جماعت ولی بعد مجددا آوردنش برای نماز، با تمام تلاشی که کردن گفتن 140 نفر رفتن به این نماز ولی به جای که پشت ایشون نماز بخونن یعنی طوری قرار بگیرن که ایشون امام جماعت پشت بهشون بود، خب به خاطر رسیدن. من خواهش میکنم که در پایان برنامه بتونیم این دو صحبت، دو تا حجت الاسلام که لابد تا حالا
همکاری میکردن یا نمیکردن به واقع امروز دارن حقیقت رو میگن و پایان سرنوشت جمهوری اسلامی رو به خامنه ای و دیگر کسانی که در قدرت هم. خامنه ای خوشحاله که وقتی میره اونجا صحبت میکنه 100 نفر رو که انتخاب کردن برگزیده هستن میره اونجا برای شورا بکشن. یه آدم مفلوج چی میخواد از این؟ بیشتر از این پول مملکت در اختیارشه. یه آدم مفلوج، یه آدم بی غیرت، یه آدم دوست، یه آدم خائن، یه آدم ضد ایرانی. پول مملکت در اختیارشه، میده یه به یک مش آدم کش که برای بقای من آدم بکشی. تا کی میتونن آدم بکشن؟ تا کی میتونه این آدم زنده بمونه؟ اگر با خیزش مردم هم سرنگون نشه، به هر حال عمرش به پایان رسیده. اینجاست که وظیفه ایرانی ها به ویژه ایرانیان خارج از کشور برای ایجاد یک نیروی شایسته جانشین که مورد قبول مردم بوده باشه وظیفهشون سنگین تر میشه. ولی در پایان یه موضوعی رو من میخوام مطرح بکنم، چون یه در مورد فقر در جامعه، اینکه حقوق یک کارمند یا یک کارگر حتی به اندازه اجاره خونه که زندگی میکنه نیست. تورم که رسیده نمیدونم دار به نزدیک 70,000 تومان. به دزدی ها، به جنایت نمیپردازم که هموطنان ما در داخل پرداختن، بازم یکی از دلاوران ما رو تصمیم گرفتن اعدام کنن که هم قرار ایرانیان خارج از کشور اعتراض بکنن در اجتماعاتی در شهرهای مختلف ایرانیان ساکن هستن و هم مراجع قضایی و بین المللی و حقوق بشر هم اعتراض کردن. من اینها رو صرف نظر میکنم، یه چیزی رو یادآور میکنم که بسیار بسیار مهمه. 120 سال، 118 سال دقیقا از انقلاب دورانساز مشروطه میگذره، نهضت دورانساز مشروطه که برای این بود که پا بده به استبداد پادشاهان و جنایت آخوندها و حاکمیت مردم بر مردم برقرار بشه. 118 سال گذشته. اگر هر نسل رو ما 20 سال بگیریم که این روزا کمتر میگیرن، 6 نسل گذشته. آیا ما، پرسش من از آزادی خواهان ایران، از عاشقان ایران اینه، آیا باید دنبال دیکتاتوری بگردیم که بگیم بهتره، یا باید به حاکمیت ملی فکر کنیم؟ من یه مقاله 7 سال پیش نوشتم که اقتدار ملی نه حکومت فردی. این سوال اساسیه. جمهوری اسلامی رفتنیه، خودشون هم گفتن به پایان رسید. خامنه ای هم رفتن با خفت هم میره. بمیرم تابوتش رو زمین میکنم تمومه. ولی این پرسش مطرحه، بعد از جمهوری اسلامی چی؟ حاکمیت ملی یا اقتدار فردی یا حکومت فردی؟ کدوم؟ من مانند تمام کسایی که عاشق ایرانن، عاشق سربلندی و سرفرازی ملت ایران هستن، عاشق اینن که ایران جایگاه خودش رو در جامعه بشری به دست بیاره، همگام با اونا، همصدا با اونا اعلام میکنم تنها راه نجات ایران برقراری حاکمیت مردمه، دموکراسیه. مثال میزنم. اولا در تمام حکومت‌های فردی یه سری کارهای مثبت انجام میشه. حالا دیکتاتور یا حاکم به دستور خودش این کارها آبادانی رو انجام بده یا به پیشنهاد قدرت حمایت کنندهش که میگه مثلا زمین ها رو ملی کنین، نمیدونم آب ها رو، جنگل ها رو، اینها کاری ندارم.
به هر حال یه سری کار رو انجام میده. رئیس مجلس آلمان حدود 20 سال پیش یه سخنرانی کرد در جایگاه رئیس مجلس آلمان، گفت بیشترین پیشرفت‌های آلمان در طول تاریخ معاصر در زمان هیتلر بود. بزرگترین پیشرفت‌های در ایتالیا در زمان دوش بوده، رهبر موسولینی. خیلی وقتا هموطن و پیشرفت هایی که در دوران قدرتمند بودن رضا شاه صحبت میکنه و این روزا از محمد رضا شاه چنین در پل هوایی و اونجا رو نمیدونم فرودگاه و اما فکر کنید اولا رضا شاه نباید پادشاه میشون. رضا شاه صدر اعظم بود، باید آرمان ها و هدف ها و خواست ها و مطالبات نهضت مشروطه رو به عنوان صدر اعظم، به عنوان نخست وزیر انجام میداد. به ویژه که احمد شاه به عنوان پادشاه مشروطه دخالتی در اداره مملکت نمی کرد. همه اینا به کجا رسید؟ رضا شاه رو میگن بنیانگذار ارتش ایران. هنوز از ایران نرفته بود، نبرده بودنش، تمام پادگاهان خالی شد که ایشون فرمانده ها رو گرفت و این درجاتشون رو ازشون گرفت. خود محمد علی فروغی که نخست وزیر شد پیش از این که رضا شاه بره و قول داد به رضا شاه که محمد پسرش رو پادشاه بکنه، گفت این همه هزینه در زمینه ارتش کردیم که یه روزه اصلا پاشیم ناچار شدیم 30,000 نفر آدم استخدام کنیم برای حفظ امنیت تهران. گفت اگر این پولو صرف هر چیز دیگه کرده بودیم نتیجه گرفتیم. علی دشتی موقعی که رضا خان هنو پادشاه نشده بود به دستور یا به تصویب مجلس یا به دستور شاه، احمد شاه، از نخست وزیری معزول شده و رفت به مازندران، ده خودش در مازندران، حالا اسمش از ذهنم رفت، رودهه، رفت به رودهه. علی دشتی که این روزنامه در میان یه روزنامه نگار بود برداشت چیز زد که پدر ملت ایران رفت، برین و پدر ملت ایران رو برگرد. همین آدم روزی که انگلیس و روسیه تصمیم گرفتن که رضا شاه از ایران خارج بشه نماینده مجلس بود، چون تملق او بود نماینده مجلس هم شده بود، گفت بگیرین این دوز و جواهرات سلطنتی رو داره میبره. همینی که میگفت رضا شاه پدر ملت ایرانه 16 سال پیش که عشقی محمد رضا کردستانی اون شعر رو گفت پدر ملت ایران که به همین دلیل هم جان باخت. این متملقی در تملق اونطوری میگن و که گلشایان وزیر دارایی نمایندگانی هم مجلس برد و نشان که رضا شاه هیچ کدوم از جواهرات صنعتی رو سلطنتی رو نبود. محمد رضا شاه شر کسانی بهش گفتن آقا نرو، دو تا سفیر چی کارن که به شاه بگن برو؟ علی امینی گفت، عبدالله اعتظام گفت، همین اردشیر زاهدی گفت، هوشنگ نهاوندی و ایده رفتن دربار خواهش کردن و اون چه ایشون در 37 سال پادشاهی ایجاد کرده بود با اومدن خمینی و اون هم بره حتی آرامگاه پدرش رو خراب کرد. پس اگر فرد فرمان روای فردی کارهای هم انجام میده، این کارها به سرعت بعد از او از بین میره. بعد من مثال دیگه بزنم، آمریکا به این دلیل قدرت اول شد سرانجام که حکومت قانون بود و فرمان روای قانون، نه قدرت رئیس جمهور، نه حکومت فردی. کاری ندارم کشورهای اروپایی کار ندارم، استرالیا هم نمیگم، زراند نور هم نمیگم، فقط از تایوان میگم و مالزی. تایوان
1/5 خاک ایران رو داره و جمعیت 25 میلیونی در سایه حکومت قانون، فرمانروایی قانون که بعد از فوت چانکاشک در این جزیره ایجاد شد، امروز 22 قدرت اقتصادی دنیاست با جمعیت 25 میلیون و خاکی اندازه 1/5 خاک مساحت ایران. مالازی که مستعمره انگلیس بود و با سنگاپور یک کشور شدن، مستقر شدن، بعد سنگاپور جدا شد، این کشور عقب افتاده که 1/10 داشتید 1/7 مساحت ایران داره و 35 میلیون جمعیت داره نسبت به جمعیت ایران که در داخل و خارج نزدیک بالای 90. امروز 22 قدرت اقتصادی ایران است. نه معدن دارن، نه نفت دارن، نه منابع زیرزمینی دارن، ولی ما به دنبال حکومت فردی 100% بدتر از اون حاکم شده، امروز در کجای دنیا، در کجای اقتصاد دنیا قرار داریم؟ بنابراین از دید من به عنوان یکی از عاشقان ایران، تنها راه نجات از این بدبختی رسیدن به کاروان پرشتاب تمدن جهان، رسیدن به سرفرازی و سربلندی مردم ایران، رسیدن ایران به جایگاهی که حق بشه در دنیا، تنها از راه حکومت مردم بر مردم، یعنی مردم سالاری هست. نریم بعد از 120 سال از نهضت مشروطه نریم بگیم دیکتاتور گذشته بهتر بود این دیکتاتور. بنابراین دیکتاتوری رو مطرح نکنیم. دیکتاتوری عامل بدبختی ایران شده و امیدوارم که نسل جوان نذاره که تکرار بشه. پاینده ایران. رئیس جمهوری که شعار میداد ما با گشت ارشاد مخالفیم، ما با محدودیت ها مخالفیم، بینیم که به شدت گشت ارشاد رو راه انداختن و دارن با وضعیت خیلی بدی با مردم برخورد میکنن. مأموره آمده دست دختر گرفته همینطور کشان کشان داره میبره بیرون یا بغلش میکنه میندازه. خب تو میخوای 4 تا نخ موی اون پوشیده بشه، دختر مردم رو چجوری تو بغل میکنی؟ این حرکت ها نشان میده ما به آخر خط رسیدیم. توسل به زور یعنی کفگیر به ته دیگ رسیدن، یعنی از مردم بریدیم، مردیم، مردم از ما بریدن، ما به آخر خط رسیدیم، ناچاریم با سرنیزه و با کتک و بگیر و ببند انجام بدیم. مردم نسبت به امام و انقلاب و نظام به شدت بدبین که هیچ عصبانی شدن، خشمشون رو دارن در گفتارشون، در عملشون نشون میدن. باورتون نیست یه روز آزادی بدید بیم.